معرکه‌ای به پا بود. هزاران تماشاچی که دمدمای صبح اینجا در خیابان گلزار کرج همان محل وقوع قتل منتظر بودند. حکم حدود 5 صبح اجرا شد. علیرضا ملا سلطانی 17 ساله متهم به قتل روح الله داداشی که زمانی قوی ترین مرد ایران بود به دار آویخته شد. فکر می‌کنیم خیلی قوی‌ان، خیلی از ما سرترن. قتلی که حدود 2 ماه پیش و در یک درگیری خیابانی رخ داد. در دادسرا سریعا تحقیقات انجام شد و با صدور کیفرخواست ظرف مدت 6 الی 7 روز پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال میشه که منجر به رأی حساب اعدام و به تقاضای قصاص اولیاء عدم و مجازات جنبه حبس 10 سال حبس جنبه عمومی برای قاتل رأی صادر میشه. رسیدگی به این پرونده به سرعت برق و باد پیش رفت، آنقدر که مجرم 4 ماه قبل از رسیدن به سن قانونی قصاص شد. پرونده خیلی سریع پیش می رفت، اصلا کسی جواب ما رو نمی داد. من با وکیل صحبت می کردم، وکیل نمی اومد کار ما رو انجام بده. متاسفانه خب عدالت اجرا نشد. این حقش بود بعد 18 سالگی حکم شرعی باشه اجرا بشه، نه 3-4 ماه مونده اجرا بشه، نه تو ملای عام. یه مش آدمی که هیچی واقعا نمیفهمن از ساعت 12 اومدن اونجا، نمیدونم چی رو میخواستن نگاه کنن، اومدن تخمه میخوردن اونجا. منتقدان اجرای این حکم را نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک میدانند، کنوانسیونی که حدود 20 سال از تصویبش در مجلس ایران میگذرد و حبس ابد و اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع میکند. سایر متخلفین و افرادی که به نوعی نماینده دادستان در پاسخ به این انتقادها گفته قاتل از نظر بلوغ شرعی طبق ماهای قمری به سن قانونی رسیده بود. آنچه که آقای رضوان منش اعلام کردن که ملاک سن شرعی هست به عنوان درست نیست، به دلیل اینکه خب قوانین ما در قانون اساسی ما حتی تاریخ رسمی کشور ما به شمسی هست و ما نمیتونیم در این مورد خاص لااقل مسئله سن رو به قمری محاسبه بکنیم. با اجرای حکم قصاص علیرضا ملا سلطانی پرونده قتل یکی از قوی ترین مردان ایران امروز بسته شد، هرچند پرونده اعدام افراد زیر 18 سال در ایران هنوز باز است. فریبا صحرایی، بی بی سی.